همسفر ما باشید. سفر این بار برنامه همسفر، سفر به سرزمین بهشتی کشورمون ایرانه، به سرزمین آبشارها و رودخانه ها. سفر میکنیم به جایی که پر از اماکن تاریخی و البته مناظر بکر و دیدنیه، با آب و هوای بسیار عالی، به خصوص توی گرمای تابستون. از آرامگاه شیخ صفی‌الدین براتون میگیم، با معماری ایرانی و گنبد زیبای الله الله. از صنایع دستی ارزشمندی مثل منبتکاری و هنر گوهر تراشی و سگ‌های قیمتی تا قلمزنی روی مس. می‌زنیم به تنها پل معلق شیشه‌ای جهان، اونم توی کشورمون ایران. همینطور می‌زنیم به دل طبیعت و میریم سراغ آبشار و رودخانه و البته روستای آلواز و هیجان و طبیعت. از دستکندهای قدیمی براتون میگیم و مردم خونگرمش. شما همسفر ما هستید در ایران، استان سرسبز اردبیل. گفت سبزای خوبی. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، از سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دنه کشورمون آشنا میشیم. ما در استان اردبیل هستیم و جاذبه های دنه اون استان رو بهتون معرفی میکنیم. الان اومدیم به شهر سرعین و اطراف اون تا در مورد جاذبه های گردشگری سرعین هم براتون بگیم. گوجه سبز هایی که البته قرمز شدن، از نوع قرمز هستن، الان به دست من هم کنار این جاده چند تا درختی دیدم، خیلی حس خوبیه. شما اینا رو امیدوارم که صاحب باغ راضی باشه. با اجازتون دیگه هوسمون شد و مطمئنم کشاورزای عزیز اینقدر با سخاوتن که گردشگرا و مهمانایی که میرن، البته بدون تعرض به باغشون و شکستن شاخه هاشون، اگه چند تایی رو هوسونو بخورن قطعا راضین انشالله. اما این ماشینایی که شما دارین میبینین ماشینای آفرود یا بیراه نوردی هن. تو برنامه همسفر خیلی باهاشون آشنایین. ما وقتی در مورد محیط زیست میخوایم صحبت کنیم، سراغ این عزیزان میریم با وسیله نقلیهشون که میان و جاذبه ها رو معرفی میکنن. آیه آرش خان احمدی، عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. سلام. رئیس کمیته سافاری و تورینگ استان. تورینگ شهرستان اردبیل. یکم بلندتر صحبت کن آرش. چشم. هنون یخش آب نشده. آقا یه بار دیگه سلام علیک میکنی؟ عرض ادب داریم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. خیلی خوش آمدیم به شهر ما. باعث افتخار در خدمتتون هستیم. باشین. خواهش میکنم. ببخشید من گفتم دوباره سلام کن. جون صدای اولیتون فکر کنم رسا نبود. آقا آرش کجای این دقیقاً؟ در 30 کیلومتری استان اردبیل هستیم به نام روستای ویند کلخوران. یکی از جاذبه‌های طبیعت گردی استان اردبیل.
که باغای بسیار زیادی، رودخونه‌های خیلی زیادی داره و یک تعداد آثار تاریخی خیلی بزرگی هم اینجا ثبت شده که آثار ملی ایران به حساب میاد. درسته. آقا محمد نوری هم همراه ما هستن که با دو تا ماشین داریم میریم. کجا قراره بریم آرش؟ مسیری که مسیر اول ما، مسیر ویند کلخوران یا روستای به زبان ترکی گایگا باقی بهش میگن، یعنی صخره ها. اونجا میریم. بله، یک تعداد خونه های باستانی و قدیمی که در دل کوه ها تراشیده شدن اونا هستن. بسیار عالی، خیلی سرسبز اینجا. بعد ما طرفای ما اصلا دیگه گوجه سبز و گوجه قرمز اینا دیگه نیست ها، الان اینجا دارم میبینم ماشاءالله درختان پربار هستن. خب به اتفاق شما میریم طبیعت گردی، جاذبه ها رو معرفی میکنیم که البته باید بگم یک تفرجگاهی هم در سرعین هست به نام آلوارس یا روستای آلوارس، میریم اونجا هم از اون فضای گردشگری هم انشالله در آخر برنامه براتون میگیم. خلاصه همراه و همسفر ما باشین، میریم ایرانگردی، استان اردبیل و شهرستان اردبیل و شهر سرعین و اطرافش. آقا بفرما سوارشو بریم. این ماشین شماست؟ بله. خب ما از یک جاده روستایی عبور کردیم، اومدیم اینجا کنار همین مزارع روستاییان هستیم. آقا آرش به من گفتن که اینجا یک جاذبه تاریخی قرار به من نشون بدن و این جاذبه جزء دستکن‌هایی هستن که الان وقتی نگاه میکنم و اون جاذبه رو میبینم دقیقا یاد میمن مثلا تو استان کرمان افتادم، اون خونه های صخره‌ای و اون خونه هایی که به هر حال تو دسفول هم قبلا دیدیم، توی آذربایجان اگه بخوایم نام ببریم، تو تبریز کندوان، به هر حال دستکن‌هایی هستن که تو دل سنگ کنده شدن. از اینجا ظاهرش رو اینو میبینم. آرش احمدی برامون بگو که دقیقا اینجا کجاست و چی داریم میبینیم. در روستای ویند کلخوران هستیم، منطقه تاریخی گایگا باقی، البته به زبان ترکی. این خونه هایی که میبینید خیلی تاریخ و قدمت بسیار بالایی دارن، تو جزو میراث ملی ایران هم هستن. حالا از داخل هم میشه فیلم برداری کرد و میتونید خودت از نزدیک ببینید چه جاذبه‌ای تو منطقه زندگی میکردن. بله زندگی میکردن اینجا. درسته. روستای کلخوران چند ویند کلخوران. ویند کلخوران چند کیلومتریه؟ 35 کیلومتری استان اردبیل. چند کیلومتر سرعین هستیم؟ 5-6 کیلومتر. 5-6 کیلومتر شما بیاین میاد. الان اگه ببینیم ما با دو تا ماشین اومدیم، دو تا خودرو و افراد خیلی کمی هستیم، به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی هست. الان فاصله مون هم حفظ کردیم، تو طبیعت هم هستیم، هوای آزاد، برای همین از ماسک استفاده نمی کنیم و در فضای بسته و جای دیگه حتما ما رعایت میکنیم پروتکل های بهداشتی. و بعد اسم ترکیش گفتی چی میشه؟ گایگا باقی یا همون صخره. گایا در زبان ترکی به صخره گفته میشه یا به سنگ گفته میشه. آها، باقی هم خونه های سنگی. خونه های سنگی یا صخره ای. خیلی هم خوبه و میبینم دسترسی راحته، با ماشین عادی هم میشه اومد، با ماشین آن رود هم میشه اینجا تردد کرد. طبیعت زیبایی هم داره، جای کمپ های خیلی قشنگی هم داره. درسته. و فوق العاده زیباست، یعنی اینقدر مناظر اطرافمون سرسبزه و خوبه که اصلا کیف میکنیم وقتی اینجا رو میبینیم. خب ما میریم بالا، از نزدیک هم این خونه های سنگی رو نگاه میکنیم، ولی حیفه ها، هیچ آثار یا نشونه من اینجا نمیبینم که مرتبط باشه به این که ازش حفاظت میشه یا اینکه خیلی افراد شاید راحت بین از کنارش هم عبور بکنم و کس اصلا ندونه که اینها جزء آثار تاریخی ارزشمند هم هستن. البته گفتن جزء آثار ثبت شده هم هستن. درسته؟ بله ثبت شده.
به نام خدا، با سلام خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. سید روح الله محمدی هستم، معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل. مکانی که الان در حضور داریم یکی از فضاهای معماری دستچند روستای چنزق هستش که یک جزو فضاهای معماری دستچند در حوزه کوهستان سبلان می باشد. در شهرهای مختلف استان اردبیل که در دامنه سبلان واقع شدند، از جمله شهرستان سرعین، نیر، مشکینشهر، آثار و فضاهای معماری دستچند شناسایی شده که محوطه چنزق از جمله این روستاهای دستچند می باشد. فضاهای معماری دستچند در طول تاریخ مورد استفاده اقوام مختلفی که در این منطقه بودند مورد استفاده قرار گرفته، چه میشه گفت در مناطق کوهستانی یکی از معماری های غالب محسوب میشه. این فضاهای معماری عموما در مناطقی که حالا حاصل فعالیت های آتش فشانی هست ایجاد شده و با توجه به سستی مواد تشکیل دهنده خاک این مناطق قابلیت چندکاری وجود داشته و تونستند فضاهایی ایجاد کنند که برای زندگی مردمان گذشته مورد استفاده قرار گرفته بوده. محوطه چنزق را ما چند سال پیش مورد مطالعه قرار دادیم و آثاری از دوره اشکانی تا عصر حاضر شناسایی کردیم. این فضاهای دستچند در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته و اما مهمترین در واقع فضاهای معماری که شناسایی شده در چنزق در دوره ایلخانی مورد استفاده قرار گرفته بوده و ما آثاری از این دوره رو به دست آوردیم. الان این در واقع فضایی که قرار گرفتیم یکی از مهمترین فضاهای معماری همین روستای دستچند هستش که میشه گفت که یک مکان آیینی بوده، یک مکان مذهبی بوده و مراسم در واقع عبادی آیینی در اون برگزار میشده و این فضای دستچند در دوره قاجار در واقع تبدیل میشه به انباری خانه هایی که در قسمت فوقانی این فضاهای دستچند ساخته شدن و تا زلزله که سال 1374-5 در واقع رویداد و این روستا تخریب گردید، این در واقع فضاهای دستچند هم مورد استفاده قرار می گرفت ولی بعد از اون متروکه گردید. عموم در واقع فضاهای دستچند حوزه سبلان بعد از این زلزله در واقع متروکه میشن، هم در روستای در واقع ابازر شهرستان نیر، هم روستای ویند چلخوران و هم روستای در واقع چنزق و آثاری که در این فضاهای دستچند وجود داره نشون میده که با توجه به اقلیم منطقه و آب و هوایی که حاکم بوده در این مناطق این فضاهای دستچند بیشترین در واقع تطابق را داشتن و ساکنان با علم بر این موضوع تونستند فضاهایی را ایجاد کنند که در زمستان در واقع یک فضای گرمی را ایجاد تعمیم می‌کرده و در طول تابستان فضاهای خنکی بودند این دستچندها. برای همین در محدوده در واقع سبلان ما این معماری‌های دستچند رو داریم که گفتیم بسیار هوشمندانه ایجاد شدن و در طول دوره تاریخی و دوره اسلامی استفاده شده و کاربری های گوناگونی هم داشتن. گفتیم یک زمانی برای در واقع محل استقرار بوده، بعضی از واحدها برای مراسم آیینی بوده و در اواخر در دوره قاجار به بعد به عنوان انباری اینا استفاده شدند. We'll be right back.
ما همچنان در دامنه سبلان هستیم، در طبیعتی بکر و زیبا و دیدنی با جاذبه های گردشگری فراوانی که در خودش نهفته داره و منتظر گردشگرانیه که انشالله در دوران سلامت بیان و از این مجموعه ها بهره ببرن. ما در منطقه‌ای هستیم به نام آلوارس و قرار این مجموعه رو بهتون معرفی بکنیم. بعد از دیدن آبشار گورگور و اون بحث عشایر و زنبورداری و در واقع سبلان زیبا میتونید بیان اینجا چند ساعتی رو به آرامش برسید. جناب محمدی همراه ما هستن، مدیریت این مجموعه و البته از فعالین گردشگری، و قرار برامون بگن دقیقا ما کجا هستیم یا آدرسی بدن و چه اتفاقات خوبی در زمینه گردشگری در این منطقه رخ میده. این شما بینندگان هم سفر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه همسفر. ما الان دقیقا در 19 کیلومتری شهر سرعین در دامنه سبلان و در مجموعه آلوارس مهرگان هستیم، در فاصله 9 کیلومتری از آخرین روستای منتهی به این مجموعه به نام آلوارس، چه اسم این مجموعه هم از همین روستا. آلوارس یعنی چی دقیقا؟ آلوارس تفاسیر زیادی هست در رابطه با معنای این اسم، ولی اصلی ترین موضوعی که اکثرا بهش میپردازن اسم روسی هست و معنیش به نام کندوی عسل هست. کندوی عسل. باید بگم که الان دقیقا ابرها ما رو احاطه کردن، صدای رعد و برق هم داریم میشنویم، قشنگ اصلا هوا بهاری شده در دل تابستان. در همین موقعی که من دارم با شما صحبت میکنم خیلی از شهرهای اطراف ما در به خصوص جنوب و مرکز کشورمون آب و هوای گرمی رو دارن تجربه میکنن. کولرها روشنه و دمای هوا تا شاید تا 45 تا 50 درجه هم برسه، ولی اینجا هوا فکر میکنم 17 18 باشه، شاید هم کمتر. آره دقیقاً سلام. چه ویژگی های گردشگری این منطقه داشت که شما به عنوان یک در واقع منطقه گردشگری انتخاب کردین و بحث سرمایه‌گذاری گردشگری اونجا رو انداختین؟ دلیل اصلی ایجاد این مجموعه همانطور که مستحضرید اردبیل به استان چهارفصل معروف هست، ولی متاسفانه بحث گردشگریش فقط تو فصل تابستان معطوف فصل تابستان بود، به خاطر اینکه این مجموعه قابلیت بسیار خوبی در فصل زمستان برای ورزش‌های زمستانی مخصوصا ورزش اسکی داره، در سال 1380 اینجا این مجموعه رو ایجاد کردم به نام پیست اسکی آلوارس. و ما قابلیتی که این مجموعه داره اینه که ما در هر چهار فصل سال اینجا ارائه خدمات میدیم به مسافران و گردشگران و ورزشکاران، و تقریبا میشه گفت که شعار زمستان بیدار رو دقیقا استان اردبیل با انطباق از این مجموعه انجام دادند. و وقتی که ما تو تابستون مسافران و گردشگران از این مجموعه استفاده میکنن، در فصل زمستون هم ورزشکاران به عنوان گردشگر تشریف میارن و باعث میشه که خود شهر سرعین و استان اردبیل هم از این ظرفیت استفاده بکنن، هتل ها پر بشه، آبدرمانی ها فعال بشه در فصل زمستان، و یه منطقه ای هستش که بالاخره قابلیت ارائه خدمات در 12 ماه سال رو داره. الان که اینجا هستیم کاملا خلوت، فکر میکنم به خاطر همین شوی بیماری کرونا و مسائل رعایت پروتکل بهداشتی به این به این شکل در اومده، درسته؟ دقیقاً. ولی مجموعتون دایره دیگه. بله، ما در طول 12 ماه سال به غیر از حالا یکی دو ماه آذر و دی به خاطر اینکه تا برف بیاد، بقیه ایام رو ما در خدمت عزیزان هستیم و مجموعه دایر هست کلا، مخصوصا 6 ماه اول سال که همه روزه در خدمت مسافران هستیم. We'll be right back.
مبحث سرمایه گذاری تو زمین گردشگری الان شرایط خیلی سختی رو داره به خاطر حال شوی بیماری عرض کردم، ولی خب با توجه به این مسائل چی شد که شما تو بحث گردشگری دارین این کار انجام میده؟ اگه کسانی که به گردشگری علاقمند هستن و برنامه ما رو دارن میبینن بخوان این کار انجام بدن، چه چیزی نیاز دارن، چه تبحری نیاز دارن و چی رو باید آگاه باشن تا بتونن همچین مجموعهایی داشته باشن؟ دقیقا فرمای شما صحیحه. اینجا به خاطر بیماری کرونا و حالا چند روزم به خاطر وضعیت هوا، درسته، بالاخره محدودیت هایی رو به خاطر اینکه مرکز استان اردبیل الان در رنج قرمز هست و فلان، محدودیت های ورودی و خروجی گذاشتن، به خاطر همین مسافر الان ما بالاخره کاهش پیدا کرده، هم در اردبیل در کلیه در کشور و خب حالا بله اردبیل و سرعین هم چه دیگه خب از این قضیه مستثنا نیستن. در خصوص فرمایش شما خب ببین، اولا بخش گردشگری قبل از هر چیز یه عشق و علاقه میخواد، یعنی کسی که میخواد تو بخش گردشگری سرمایه گذاری بکنه باید علاقه منده به این هیته باشه، علاقه مند باشه و منتظر سود آنچنانی در روزهای اول و سالهای اول نباشه. درسته. شاید خیلی زمان ببره تا یک مجموعه بتونه خودش رو نشون بده و خودش رو جا بندازه در بحث گردشگری. این مجموعه هم بالاخره با توجه به همون فلسفه که عرض کردم شروع شد، کارهای دیگری هم در مجموعه الان در حال انجام هست. بحث هتلمون هستش ان شاء الله، اسکان پذیرایی بله، دیگه بله. امسال سعی می‌کنیم که شبانه مهمترین گزینه است برای کسانی که میان. دقیقاً ما هتلمون چند سال راکت هست، از امسال حالا برنامه داریم که با یه سرمایه گذاری مجددا توافق بکنیم هتل رو راه بندازیم، چند تا ویلا اقامتی مستمع اقامتی در ایستگاه دوممون در جنب رستورانمون که حالا مشاهده خواهید کرد در حال ساخت هست. سعی میکنیم که این مجموعه رو که حالا در طول 12 ماه سال هست تبدیل بکنیم به مجموعه که حتی 24 ساعته هم در خدمت مسافران باشه. چند نفر به صورت مستقیم با شما الان کار میکنن؟ الان به صورت مستقیم 12 تا ما پرسنل بیمه شده داریم، ولی غیر مستقیم خیلی هستن، حتی اشایر جنب مجموعه مون رو هم که شما دیدید همشون از دل این مجموعه دارن فعالیت میکنن. خیلی ممنون از توضیحاتتون. همراهی ما رو دست ندین، همسفر ما باشین، چرا که ما داریم جاذبه های دیدنی و گردشگری کشورمون ایران رو بهتون معرفی میکنیم، ضمن اون که به هر حال سالی هم که الان هست مزین هست به سالی که باید پشتیبانی بشه از عزیزانی که دارن این کار رو انجام میدن، سرمایه در زمینه گردشگری و مان زدایی بشه تا انشاءالله بتونن رونق گردشگریمون رو با این توقف سنگینی که داره همچنان زنده نگه دارن، تا انشاءالله امید به خدا در دوران سلامت بتونن دوباره روی پای خودشون بیستن و به هر حال ایستادگی کنن و به کشورمون ایران خدمت کنن. ما رو در فضای مجازی همسفر نقطه تیوی پیگیری کنید، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنین. تا برنامه دیگه، موضوع دیگه، شما بینندگان عزیز به خدای بزرگ و مهربان نسپارم. خیلی مراقب خودتون باشین. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.